برنامه خداوند یکتا با عرض سلام بر شما بیننده های عزیز افغان نیوز به برنامه کاوش خبردا خوش آمدید. جنبش براشفتگان دیروز در بیش از هزار شهر بزرگ 82 کشور دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این جنبش اعتراض مدنی علیه تمام بی‌عدالتی های اجتماعی و اقتصادی حاکم و انسجار از افزایش شگاف میان طبقات اجتماعی را برانداختند. این موضوع را من مصطفی فیضی را با مهمانان گرامی خود هر یک اکبر اوریا نامزد پیشین ریاست جمهوری، محمد اسحاق قدمر تحلیلگر مسائل سیاسی و اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال دموکرات به بحث میگیریم. مهمانان گرامی سلام، بر شما و برنامه ما خوش آمدید. آقای اوریا، میخوایم به عنوان اولین سوال از شما آغاز کنیم. دیروز در بیش از هزار شهر بزرگ جهان مردم خشم خود را در مقابل آن تعداد از سیاستمدارهایی که به مردم فکر نمیکنند، به مردم خدمت نمیکنند بلکه بر بانک ها خدمت میکنند ابراز داشتند. نظر شما در این مورد چی است و از این حرکت شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما میمانان عزیز حاضر در میز و بینندگان گرامی تلویزیون نیوز افغان نیوز. بحث بزرگ در این چند روز اخیر در جهان برای افتاده که این بحث یک مقدار با معطلی هم شروع شده، برای اینکه بعد از اعلان جنگ سرد در سطح جهان ما منتظر از این بودیم که در سراسر زمین نظم نوینی به وجود بیاید با فروپاشی اتحاد شوروی و تعهد مبنی بر فروپاشی وارسا و ناتو همزمان که تعهدات جدید بین المللی بود که گذار از کانفرانتیشن تقابل روابط بین المللی و کانورژانس بود، این پدیده به تعویق افتاد. این به خاطر از این است که اتحاد شوروی بسیار به سرعت فروپاشید، از باور بیرون بود دیگر و بشریت آمادگی کافی نداشت به خاطر از اینکه داخل یک نظم نوین شود. به صورت بسیار به اصطلاح یک اشتهای کاذب مونوپولایت شدن جهان به میان آمد، یعنی سیستم یک قطبی، و در اینجا تمام امی نابرابری ها و بیعدالتی هایی که در سطح رابط جهانی وجود داشت یک و در میان کشورها و جوامی مسلط بود، اینا با حرکات جدیدی که با همی اشتها مونوپولایت به وجود آمد در اینجا اینا استتار شد و جهان تمام پروبلم هایش مخفی باند. پروبلم هایی که در موجودیت رابط بین المللی انقطاع یافته به وجود آمده بود همچنان با جای خود بود، اما راه حل پیدا کردن نتونست. با فروپاشی اتحاد شوروی و اعلان ختم جنگ سرد، همی به اصطلاح بسیار مشهور اقتصاددان ها همی کارتلا و تراست ها و میریم به طرف ترانس نشنل ها که اینا به نوع جدید مصروف استعمار جامعه خود و جهان هستند و استعمار و حتی دیگه اکسپلویتیشن ها که بگویم برای کسی انسان ها از جامعه، اینا باعث از این میشه که بیعدالتی ها و نابرابری ها در جامعه بسیار سرسام‌آور گلوی باشندگان کره زمین زیر فشار میگیره. آقای اوریا، و این انعکاس بله، این اعتراضات در کشورهای غربی است نه در کشورهای آسیایی و بالاخره آفریقایی. آیا استعمار و استثمار در کشورهای غربی هم اکنون موجود است؟ موضوع استعمار با استثمار فرق میکنه، توجه کردین؟ استعمار به منبع بیرونی داره، استثمار در خود جامعه است که عمیقا در جامعه غرب وجود داره و شدتش امروز ما میبینیم که دامنگیر کل کره زمین میشه، بحران شدید اقتصادی که امروز جهان به لرزه آورده، خب باعث یک حرکت بزرگ اصلاحی و تغییرات است. ما به صورت منظم زیر یک فرمول جدید جهان را باید قرار بدیم. ما با فرمول باید این مسئله را مطرح کنیم. آن فرمول از جای شما چی است آقای اوریا؟ گذار از اکستریمیزم به سنتریزم است. گذار از اکستریمیزم اقتصادی، اکستریمیزم سیاسی به سنتریزم اقتصادی و سیاسی است. جوامع همی چیز هم میخواهند. همی بهار عرب به طور مثال که ما میگیم که سرچشمه زمی است، شما گفتین در شرق نیست، در غرب است. اصلا این پروسه از شرق آغاز میشه و اول از افغانستان میشه. ما تریبون ریاست جمهوری را
تریبون کامپاین زیر امی عنوان آغاز کرده بودیم در سال 88 در ریاست جمهوری که کشور ما با گذار از اکستریمیزم و سنتریزم ضرورت داره، از افراد گرایی و اعتدال رفتن از بعد وسط سیاست. اما این پروسه در کشور ما جا به جا ماند، بنبست اقتصادی و سیاسی را بار آورد و در جهان هم و تعقیب اما پروسه، مثلا افغانستان چرا از این بسیار متاثر باید باشه؟ برای از اینکه مسئولیت افغانستان امروز در لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی به دوش همو کشورهای بزرگ است که امروز خودشان با این پروبلما دست و گریبان هستند. بنابراین ما شریک از این حرف هستیم در سطح جهان و کشور ما سخت باید از این مطالب متاثر خواهد شد و به گرداننده‌های امور و افراد چیز فهم و به اصطلاح فعال جامعه ما این الزام به وجود میاد که خود با این قضایا در سطح جهان به اصطلاح عیار بسازن، برای اینکه این پروبلم ها با یک دیدگاه جدید آمده میره. دیروز انقلاب ها مطرح بود به این شکل در قرن 19، امروز اصلاحات مطرح است. نشه که این به حرکات خشونت آمیز تبدیل شود، مثل که ایتالیا قریب از دایره کنترل خارج شده بود و یک نوع خشونت بار شد، اما اعتصابات و اما گردمایی ها و حرفایی که داشتن در ایتالیا منجر به سوختاندن موترها و به اصطلاح چور و چپاول مغازه ها و شکستاندن شیشه های بانک ها و به اینا منجر شد که این خشونت این میتونه اگر مهار نشه و دولت مداران بزرگ جامعه غرب گام نخست اگر حاضر نباشن تعدیلات لازمه از گذار از افراد گرایی است کپیتالیزم به طرف سنتریزم راست و اصطلاح برای خودشان، البته جهان دیگه خود سنتریزم راست و پدیده شکست رو خورده میدانند و به او علاقه مندی زیاد نشان نمیتن، باید خود عیار کنند. امیدوار هستیم که بس امروز از دوستای عزیزم بسیار چیزها بیاموزیم، برای اینکه بسیار بحث نو و جدید است و ما همونطور فورا وارد یک بحث شدیم. تشکر. آقای اتمر، چرا بارانهای مالی اخیر بیشتر بالای طبقه فقیر و قشر جوان ضرر رسانده است؟ تشکر. سلام به شما و بیننده ها و همچنین مهمان ها. ببین، مسئله اول سر توزیع عادلانه سرمایه است. بشر همیشه در پایی بوده که چطور بتونه سیستم عادلانه توزیع سرمایه را ایجاد بکنه و او را عملی بکنه. انقلاب های گذشته ها را شما ببینید، مثلا انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتوبر در شوروی و مثلا انقلاب کمونیستی در چین، تمام از اینا سر سرمایه میچرخیده که چطور سرمایه را اینا با کدام سیستم توزیع عادلانه بکنن. قسمی که اوریاس هم گفت، بعد از اینکه اتحاد شوروی سقوط میکنه و قطب کمونیسم از بین میره، جهان سرمایه کوشش میکنه به انواع مختلف، مثل که پولدار بیشتر پول به دست خود بیاره و فقیر دیگه هم فقیرتر شوه. یکی از شعارهایی که امروز میگه که وال استریت را اشغال کنید ایست که شعارشان نیست که بزرگترین سرمایه‌دارهای دنیایی که دنیا که در امریکا زندگی میکنن، اونا تکسی را که میتن با دولت معادل به تکسی نیست که مردم فقیر میتن. 99% مردم امریکا یک قسم تکس میتن و اون 1% سرمایه‌داری که در امریکا زندگی میکنه او در حقیقت فرار از تکس یا دادن اون وچه که اونا باید به دولت بپردازن از اون فرار میکنن. شما امروز جنگ ها را در دنیا ببینین، عقب جنگ ها سرمایه دار ها هستن. امروز جهان به اون طرف از سرمایه میره که اونا مونوپولیسم، مثل که اوریاس گفتن که او را هر قدر بیشتر اینا سرمایه را توزیعش توقف بدن به شکل عادلانه و سرمایه را به شکل غیر عادلانه در نزد افراد و اشخاص ذخیره بکنن و بیندوزه. نتایج زیر شما ببینید در تمام دنیا. امروز یکی از عوامل ادامه جنگ ها اونمو مسئله سرمایه است که در دست چند نفر محدود در جهان قرار گرفته. شما مثلا نرخ دلار را ببینید، کی میفهمه که نرخ دلار در کجا تعیین میشه؟ یک سوال بسیار مهم است. ببینید، در پس پرده تعیین میشه.
که کی تعیین میکنه و در کجا تعیین میکنه، چه قسم تعیین میکنه، من فکر میکنم یک سوال بسیار گنگ است برای دنیا. کمپانی های بزرگ جهان اینا شما سرمایه گذاری میکنه، چی در آسیای میان است؟ امروز کمپانی های بزرگ امریکایی در آسیای میان سرمایه گذاری کرده که یکی از اون برق وارداتی که امروز ما شما در افغانستان از استفاده میکنیم از کمپانی است که از سرمایه داره بزرگ جهان است که اونا در کشورهای آسیای میان سرمایه گذاری کردن. و برق امروز شما ببینید، اگر از تنها برق ما مثال بتیم، امروز کشورهایی که از اینا استفاده میکنن حتی او امکانات خودکفایی را برای اینا نمیتن، باید اینا مجبور ساخته شوند تا زمون انرژی را که کمپانی های بزرگ استفاده میکنن اینا استفاده میکنن. و همچنین در دیگه موارد هم شما را دیده میتونین که امو کمپانی ها به شکل مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم پول از جیب افراد میکشن. مسئله دیگه ایست که انقلاب اقتصادی است. امریکایی‌ها در پی از ایستن که تغییر اقتصادی را در سیستم اقتصاد امریکا به وجود بیارن. امروز شعارشان است که سیستم تغییر بدهن، سیستم اقتصادی را. شما 12% بیکار دارین در امریکا که در تاریخ امریکا 12% بیکار نبود. و یا امروز در مثل که پیشتر اوریا صاحب گفت در تمام هزار شهر دنیا امروز، چی در یونان، چی در ایتالیا، چی در لندن، سان فرانسیسکو، در فرانکفورت، در کل دنیا اینمی یک خیزش است. یک خیزش است که مردم بر علیه اینمی توزیع فعلی اقتصاد برای انداخته، مثل بهار سبزی که در کشورهای عربی برافتن. تشکر. آقای اسماعیل، چطور ممکن است این معادله معکوس شود؟ یعنی غریب ها و دیگر جوانان متضرر نشوند؟ ما تقدیم سلام و تشکر میخواییم که یک مقدمه کوتاه راجع به تحولات و تغییراتی که در جهان ایجاد میشه داشته باشم. این که مهمترین مسئله که روی برخوردها و رخدادها بالاخره زدبندهای کلان استراتژیک و سیاسی ما شایدش در قرن 20 بودیم. قرن 20 بیشتر قرن ایدئولوژیک بود و تقابل دو ایدئولوژی بود در واقع، یعنی کپیتال امپریالیزم و سوشال امپریالیزم، یعنی امپریالیزم سرمایه‌داری و امپریالیزم اجتماعی یا سوسیالیستی بود. بحث در اون زمان همین بود که هر کدام با رویکردهای هژمونیستیک وارد برنامه های کلان جهانی می شدن. یعنی که هر کشوری که جغرافی کلانتر داشته باشه و او نیروی بشری کلان را داشته باشه، او میتونه حرف اول را بگه. و ما شاید از این هستیم که اتحاد جماهیر شوروی سابق ده ها کشور در کنترل خود آورد، همینطور کشورهای دیگه هم که در برابرش بود اونا هم ده ها کشور تحت کنترل خود آورد. ولی آرام آرام وقتی این ایدئولوژی ها با هم در تصادم و در استحقاق قرار گرفتن، بالاخره باید یک ایدئولوژی ضعف خود را روشن می ساخت. در اون زمانی که این ایدئولوژی ها با هم در استحقاق قرار گرفتن، شک نیست که امپریالیسم سوسیالیستی شکست خورد در برابر امپریالیسم کاپیتالیستی و جهان در یک نظم نوین با یک نظم نوین روبرو شد که تمام دنیا را کپیتالیسم امپریالیسم کپیتالیستی به نوع تسخیر کرد. و این کپیتالیسم امپریالیستی قسمی که بیشتر شما گفتین که سیاست گذاران چرا از بانک ها حمایت میکنن، در کپیتالیسم امپریالیستی ما دو نوع افراد داریم یا دو گروه ها داریم، یک میگن پالیسی میکرز، دیگر همه پالیسی رانرز، یعنی کسانی که سیاست را میسازن و کسانی که او را در حال اجرا قرار میدن. چرا سیاست گذاران از بانک ها حمایت میکنن؟ از بانک ها برای این حمایت میکنن که امی سیاست گذارایی که سیاست را میگذارن این بانک ها هستن که او را در حال اجرا قرار میدن. امروزه ببینین که منافع ایالات متحده آمریکا را یا برخی از کشورهای دیگر بانک ها در دنیا تعیین میکنن و این بانک ها هستن که در اون کشورها تغییرات و تحولات میارن. سویس بانک مهمترین نقش را در تحولات خاورمیانه داشت. این سویس بانک بود که بهار سبز را در اونجا به وجود آورد و ده ها بانک های دیگه. ببین
یک مسئله که در او در نظم نوین باوجود آمد بیشتر تحول ای بود که جغرافیا باید کوچکتر شود. شما شاید از این هستین که در مدلی که در اروپا به کار گرفته شد، چک و سلواک یک وقت یک کشور بسیار از لحاظ جغرافیایی کشور بزرگ بود، اما اینا از هم جدا شدن. چرا جدا شدن؟ برای ازی جدا شدن که چک ها چیز داشتن که بر بازار اروپا بپردازن و از اون چیز به دست بیارن، اما سلواک ها امی امکانات اختیار خود نداشتن. بعد بحث یوگسلاویا را شما میبینن که یک یوگسلاویای بسیار پهناور با چند کشور کوچک مبدل شد و بالاخره شما میبینن که همون کشور یا همون کشور کوچکی که میتونه در معادلات کلان جهانی نقش اساسی داشته باشه و میتونه که تعیین کننده باشه. بحث در اینجا هست که یک تیوری به وجود آمده که The World After America، یعنی جهان بعد از آمریکا. این جهان امپریالیسم کپیتالیستی که امروز ما مطرح میکنیم باید جای خود خالی بکنه با یک جهان دیگه. آیا این جهان آسیایی هست یا کدام جهان دیگه؟ فکر میکنید آقای سهل این جهان آسیایی است یا کدام جهان دیگر از دیدگاه شما؟ من به این باور هستم همینطوره که حالا در گذشته ها ما بحث ما این بود که بیشتر موقعیت های استراتژیک و جغرافیا های استراتژیک بسیار آی زهمیت بود، اما امروزه شما میبینین که جای خود را به پولیتیکل یعنی با استراتژی های اقتصادی خالی میکنه. هر کشور که استراتژی خوب اقتصادی داشته باشه او میتونه که در کل جهان تأثیر گذار باشه. امروز ما چین میبینیم سرمایه گذاری از اینا رو در اروپا، سرمایه گذاری از اینا رو در آفریقا و سایر کشورهای دیگه. تصور بر آن است که جهان بعد از امریکا جهان چینایی خواهد بود و بدین جهت هست که چین تلاش بیشتر میکنه که به نوع در درگیری های نظامی و استراتژیک با برخی از کشورها نداشته باشه، بلکه از لحاظ اقتصادی خواسته باشه دنیا را تحت کنترل خود داره. آقای سوال، اگر مشخصا سر جواب سوال بریم، چطور ممکن است این معادله که فعلا وجود دارد معکوس شود؟ ببین، من به این باور هستم که ما نباید از این بعد بیشتر روی استراتژی کار بکنیم که جهان را تحت کنترل خود داشته باشیم. این معادله زمانی میتونیم تغییر بدیم که ما با توقعات و خواسته های عامه مردم پاسخ ارائه بکنیم. طور شما مطرح کردین که چرا در این سیاست گذاری ها مردم فقیر بیشتر آسیب میبینن. چرا مردم فقیر جاب سکیوریتی نداره، امنیت کار ندارن؟ ما زمانی میتونیم که مشکلات را رفع بسازیم که ما برای عامه مردم، مخصوصا برای مردم فقیر، امنیت کار ایجاد بگیم. در این قسمت است که ما این مشکل رفع میسازیم. در غیر از صورت ما فکر نمیکنم تا زمانی که ما جاب سکیوریتی برای همه مردم نداشته باشیم این روند به می شکل ادامه پیدا کنه. بله، تشکر آقای سعید. آقای اوریا، جنبش برآشفتگان خواهان تغییر در نظام مالی هستند. از دیدگاه شما چه تغییرات باید در نظام مالی کنونی جهانی ایجاد شود؟ بله، واقعا ما با تایید فرمایشات دوستای عزیز که توضیحات خوب دادند پیرامون قضایای جهانی. اوریا صاحب، پاسخ را بعد از خبر بدهید. خوب تر خواهد شد. بینندگان محترم، بعد از خبر دوباره در خدمت شما. واسم خوش آمدید بینندگان محترم. آقای اوریا بفرمایید. تشکر. موضوع توزیع عادلانه و تغییر مناسبات بین‌المللی عرصه اقتصاد بین‌المللی، روابط بین‌المللی اقتصاد مستلزم تغییرات بسیار اساسی مخصوصا در عرصه اولیگارشی مالی است. امروز مشکل اساسی که جهان سرش اعتراض میکند وابسته به می اولیگارشی مالی است. سیستم بانکی بسیار ناسالم در سطح جهان، ای باعث گردیده که بیعدالتی در همه عرصه ها ذریع بانکداری و مناسبات پولی به وجود بیه و مناسبات پولی جهانی با مناسبات مالی جهانی در عرصه های مختلف، چون دولت ها در تمام جهان نماینده طبقه اقتصادا حاکم در جامعه هستند و هیچ قانونی در جهان وجود نداره که از ارادی غیر قوانین الهی که او از ارادی طبقه اقتصادا حاکم در جامعه بیرون باشه.
بنابراین ساختار دولت ها که میگیم نمایندی مثلا ترانس نشنال هستن یا باند های مافیایی هستن، اقتصاد مافیایی مخصوصا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سطح جهان اقتصاد مافیایی مسلط شده در تمام جهان و شمول ایالات متحده قبلا اساسش اقتصاد مافیایی است و غرب اینا این ای سیستم مافیایی بیداد میکنه در بیعدالتی در سطح جهان. پیشنهاد ما این است که سیستم پولی جهانی بر بنیاد واقعیت هایی که غیر دموکراتیک مخصوصا ناقضین شماره یک دموکراسی در جهان که اینا از دموکراسی فرار میکنن و سیستم های غلط و سیستم های ناسالمه که اولیگارشی مالی جور کرده و دموکراسی مینامند باید حاضر شوند که پست مردم را به خودشان تسلیم کنند. تا دولت ها عادلانه نشه در سطح جهان این پرابلم ها حل نمیشه، تا قوانین عادلانه نشه، قوانین جدید به وجود نبیه، اینا تعدیل شدن تعدیل نشن، اینا عادلانه نمیشه. این پرابلم ها ای کل از اینا اصلاحات است که در سطح جهان ضرورت است. ما دیگه به شکل تغییراتی که در قرن 19 فکر میکردیم یا در قرن 20 شاهد از او بودیم، ما به اون شکل دیگه جهان تغییراتش آورده نمیتانیم، نمیایه اصلا. برای از اینکه خرسازی ملل با اینمیه تغییر که امروز آمد در سطح جهان که هزار شهر در یک زمان یک حرف مطرح میکنه، این خودش پایان خرسازی ملل در جهان است، یک فصل نوین در زندگی بشریت است. آقا دوری چطور امکان دارد که دولت های عادلانه بسازیم؟ نسازیم خب اونو به جانتان خیصن فایده، اگر نسازیم باز اونو پاره میکنند مشکلانند. در روم که میبینند که اگزارتی است مردمش دیده زیاد چون مظاهره میکنن بی نتیجه بوده، حالی اونا شکستاندن شروع کردن، دیوار چپا کردن، موتر سوختاندن، شیشه شکستاندن، در بانک در آمدن. امی ببینین اصطلاحی که در نیویورک شروع شده اشغال گفته، گفته اشغال کنین وال استریت، برای از اینکه مرکز اساسی بیعدالتی مالی در کره زمین. پیشتر آقای اطمر یک سوال داده بودن که دمیجا جوابشان آمده که قیمت دلار وال استریت تعیین میکنه. امی وال استریت مثلا بانک اسلامی در جهان وال استریت می سازه، بانک های بنام بانک های اسلامی اصلا از وال استریت ساخته میشه. به این ترتیب اگر اینا آماده تغییرات نشن نپذیرن، ما تصور من این است که من بسیار سریع میگم که در غرب به این نتیجه رسیدن که به مرکزی ساختن فعالیت های اقتصادی توجه بیشتر صورت بگیره. بر این بنیاد احتمال زیاد وجود داره که در عقب از این تحریک بزرگ حتی دولت ها وجود داشته باشد. چه فکر میکنید کدام دولت ها آقای اولیا؟ از دولت ایالات متحده گرفته تا آخرش کمی حرف ها میشه، توجه کردید؟ من از اینکه دیگه ما بفهمیم پوسکنده در افغانستان حال گفتیم اصل خرسازی پایان یافته در جهان، کلی ملت ما میفهمه که همه کارا رو از طریق دولت ها صورت میگیره، دولت های پروبلم ها رو به وجود میارن، چون دولت ها نماینده مافیای اقتصادی هستن کارهای خراب میکنن. این دولت ها مجبور هستن جای خود به نمایندگی مردم بتن. تاکید ما سر اصل دموکراسی همی بود که دموکراسی در جهان به باعث یک کلمه تفننی استفاده میشه نه به مفهوم واقعیش. هر کس، هر شرکت بزرگ مالی جهان که بخواهد، هر کس میتونه رئیس جمهور امریکا بسازه. شما ببینید آقای اوباما در امریکا آمد با شعار چنج، با شعار تغییر، اما بعد از چند ماه دیدیم که بسیار کوتاه آمد، رفت به سوی تشدید جنگ، توسعه جنگ ها، یرفا مصروف شد. بنابراین همین پروسه را نتانست، در حالی که با یک گراف بزرگ رای به دست آورده در انتخابات که تقریبا بعد از بسیار سالهای طولانی در امریکا هم چه انتخابات صورت گرفته بود که رئیس جمهور با این فیصدی داخل آقای اطمر، جنبش آشفتگان اسم اتحادیه را برای تغییر جهان، اسم اتحادیه برای تغییر جهان را به خود کسب کرد. اثرگذاری این جنبش را برای تغییر جهان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید یک کمه که بحث فلسفی میگیریم. بفرمایید. تمام منابع کره زمین مال تمام انسان های کره زمین است. تمام ریسورسی که در کره زمین در جهان وجود داره مال انسانهای روی جهان است. این کس زیاد برای خود، کس کم برای خود که تقسیم میکنه، این کشمکش ادامه داره. بازم هم گپ است که توزیع عادلانه اقتصاد
تا زمانی که توزیع عادلانه اقتصاد صورت نگیره در تمام دنیا کشمکش ها ادامه داره، جنگ ها ادامه داره. امروز کشورهای بزرگ دنیا که منابع زمین پیش از اون هستن و اونا خود حاکم کره زمین میدانن، در حقیقت مال دیگرها را غصب کردن، در حقیقت حقوق اکثریت بشریت دیگه که اونا از اون نعمت استفاده کردن نمیتونن به اونا تجاوز کردن، حق از اونا را گرفته. از این خاطر است که ما میگیم تا زمانی که توزیع عادلانه منابع اقتصادی که در کره ارض موجود است، در زمین موجود است، به صورت عادلانه توزیع نشود، کشمکش ادامه دارد. آقای اتمن چطور امکان دارد؟ اجازت نه کمک من پیش برم. امروز مثل که دوستان فرمودن، تروریسم اقتصادی، مثل که شما میبینین تروریسم های دیگر، توریست های دیگر، عین چیز است. تروریسم اقتصادی است که اونا جهان، مثل که دوستان گفتن اقتصاد مافیایی، اینا تروریست های اقتصادی هستند. منابعی که او مال تمام انسان های زمین است، اونا را به شکل از اشکال به ترور میکشند. ولی خوشبختانه گپ خود در کجاست؟ گپ خود در اینجاست که امروز دنیا در یک گلوبالایزیشن زندگی میکنه. امروز دنیا کوچک شده میره. اینمی وسایل ارتباط که است، وسایل ارتباط گپا را به همه گی میرسانه و وسایل ارتباط شما دیدین تغییرات بسیار جدی را در طول 6 ماه گذشته در سراسر جهان وجود دارد و داره تغییرات گسترش پیدا میکنه. مردم امروز غول نیستند دیگه، مردم جهان هوشیار هستند و مردم جهان برای تغییر زندگی خود دست به کار میشن و دست به عمل میزنن و دارای فکر واحد. اینا میتونن افکار شیار بکنن یا شریک بسازن. کل دنیا امروز او زمینه ها را که سرمایه‌دارای دنیا فکر میکنن که اونا بتانند که مانند قرن 18 و 17 جهان امطور کوچک داشته باشن و از او منابع استفاده بکنن، امروز جهان در اون موقف نیست. شما میبینین اینمی حرکت هایی که شما در هزار شهر دنیا امروز یه حرکت میبینن، ما فکر میکنم یه حرکت که از 17 سپتامبر شروع شده تاریخ بسیار کم است، یعنی تانسته در طول کمتر از یک ماه جهانی شده یه حرکت. و جهانی شدن از این مانای زیر داره که کل این مردم دنیا با فکر مشترک هستن با هم و آغاز یک تغییر، آغاز یک طوفان اقتصادی است، آغاز یک انقلاب اقتصادی است در سراسر دنیا. و زمانی که اقتصاد آزاد بکنن، سیستم ها، رژیم ها، سیاست ها کل ازی آزاد میشه، ما فکر میکنم آغازی بهترین یک انقلاب برای بشریت است. تشکر آقای اتمن. آقای سهیل، جنبش براشفتگان میگد ما خواهان تغییر دولت ها نیستیم بلکه خواهان نظام اقتصادی هستیم. آیا چنین تغییر امکان دارد؟ این موضوع را قبل از اینکه این جنبش مطرح بکنه، شخص نظر پردازی به نام ماکس وبر ما داشتیم. آقای ماکس وبر میگه که انترنشنالایزیشن آف ریسورسز، او میگه که منابع و ابزارها باید بین المللی ساخته شد یا بین المللی باید شود. همینطوره که آبهای بین المللی وجود داره، همینطوره که فضای بین المللی وجود داره که هر کس میتونه از استفاده بکنه، همینطور باید منابع بین المللی وجود داشته باشه و یک دولت بین المللی در واقع وجود داشته باشه. این امروزه این حق عربستان سعودی نیست که اون نفت را که در اختیارش داره اون صرف برای سعودی ها ازش استفاده بکنه. ماکس وبر میگه که این نفتی که در عربستان سعودی هست، ای اگر درست است جغرافیش در اختیار عربستان سعودی است، بلکه منابعی که در جغرافیا وجود داره او باید بین المللی ساخت، او بین المللی شود، او باید در اختیار جهان داده شود. این چیزی را که این جنبش امروز مطرح میکنه، ای در گذشته ها از لحاظ تیوریک قبلا مطرح شده بود و امروزه داره این جنبش را میخواد در عمل پیاده بکنه و یک صدا را برش آغاز کرده تا این تغییرات به وجود بیاد. جای شکی نیست اگر ما یک حکومت جهانی را به وجود آوردیم، یک دولت جهانی را به وجود آوردیم و یک وزیر مالی جهانی را ایجاد کردیم و یک وزارت مالی جهانی را ایجاد کردیم که تا این وزارت مالی بدون در نظر داشت این که
کدام کشور بزرگ است از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ نظامی و استراتژیک این مقتدرتر هست، بدون از این و همه کشورها را با یک چشم دیدن، با برابری و تساوی این منابع را تقسیم کردن، ما به باور هستیم که ما میتونیم که تغییر در نظام مالی جهان هم وجود بیاریم و این پیشنهادات و این روش‌ها و رویکردهایی را که این جنبش روی دست داره میتونن که اینا هم به اون نتیجه خود برسن. آقای سهیل، بحث را که شما میکنین درست بحث قبل از جنگ جهانی دوم است، یعنی نظریه ایدئالیسم در زمان مطرح بود، ولی بعد از جنگ جهانی دوم نظریه ایدئالیسم از بین رفت و نظریه ریالیسم به وجود آمد، یعنی واقعیت‌گرا. ولی آیا امکان دارد که یک دولت جهانی بسازیم با در نظر داشتیم که منافع ملی کشورها و دیگر مسائل کشورها، آیا امکان دارد چنین چیز شود؟ ببین، وقتی ما امروزه مرز نداریم، وقتی یک نفر در ایالات متحده آمریکا میتونه در افغانستان بزنس بکنه، تجارت بکنه، در افغانستان میتونه سیاست گذاری بکنه، در تحولاتش کار بکنه، یا از افغانستان میتونه در اونجا، ما به این نتیجه رسیم که بالاخره مرزهای فیزیکی دیگه در حال از میان برداشتن هست و این جهانی شدن هست که این فرصت را برش مساعد میسازه. مثل که دوستان بیشتر مطرح کردن، خود مسئله فناوری یا تکنولوژی این زمینه زیرا بسیار زیاد فراهم ساخته که بالاخره این به یک دهکده جهانی که دارد جهان مبدل شده، الریدی از قبل مبدل شده، منتها کشورهایی هستند که داری جلوگیری میکنن و نوع تلاش به میکنن که اون مرزها را انوز هم ایجاد بکنن با استفاده از رویکردهای مختلف به نام ایدئولوژی، به نام زبان، به نام قوم، به نام نژاد، به این مسائل. ما فکر میکنم که کلا زمان آماده ازیست، شرایط برای آماده ازیست که ما یک حکومت جهانی داشته باشیم، یک وزارت مالی جهانی داشته باشیم تا این تحولات و تغییرات را کنترل بکنه، ارزیابی بکنه و بالاخره تقسیم بکنه و تقسیم منافع و منابع بکنه. آیا چون این چیزی را که شما میگید امکان دارد یک حکومت جهانی که برای همه بشر یک قسم بسنجد، منافع همه بشر یک قسم ببیند، با در نظر داشته نشنالیزم، آیا چون این چیز ممکن است؟ من به باور هستم که بحث نشنالیزم از قبل از بین رفته بود، برای از این که وقتی اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان عمله کردن، نشنالیزم نتونست جلوی ازیر بگیره، بعد ایدئولوژی های باید در برابر ازی ایجاد می شد که میتونست که او را جلوگیری بکنن، بنابراین ایدئولوژی بنیادگر اسلامی را ایجاد کردن و مسائل دیگه. این تلاش ایالات متحده آمریکا هست که در برابر این چنین خیزش ها میخواهد صد واقع شود. ببین، در آمریکا چیزی به نام نشنالیزم نیست. اونا وقتی واقعی از سپتامبر صورت گرفت به نام پاتریوتیزم، یعنی ملت پروری یا چیز ملت دوستی را و مردم دوستی را مطرح کردن، بالاخره چیزی به نام نشنالیزم که نداشتن، چون یک کشوری بود که از سلیقه های مختلف، از طبقات مختلف و از کشورهای مختلف در جا حضور پیدا کردن. در واقع این چیزایی هست که برخی از کشورها هنوز هم تلاش میکنن زیر نام نشنالیزم و پاتریوتیزم، نمیدونم چیزای دیگه، مرزبندی ها را به وجود بیاره، اما بدون شک اگر شما یقین داشته باشین که این تیوریش در دوران جنگ سرد و از او پیشتر ریختانده شده بود، بالاخره این ایدئالیزم و ریالیزم باید کنار هم پیش بره و این زمان ازی هست که او ایدئالیزم اون وقت و ریالیزم این وقت با هم در کنار آمدن و یک جا حرکت میکنن. تشکر آقای سعید. آقای اوریا، گفته می شود تا زمانی که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تغییر نکند، تغییر در جهان ممکن نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا چون این چیز واقعیت است؟ خب یک بس بسیار طولانی است، اما بسیار کوتاه. با این تغییراتی که ما شاهدش هستیم در سطح جهان، من فکر میکنم بعد شما در گام نخست اولین نقطه ای که باید بازسازی شود اون سازمان ملل متحد است. تمام قوانین از این کنه شده، قوانین قرن گذشته و حتی چی هست دیگه، آغاز نیمه دوم قرن گذشته است که ما در این 60 سال به اساس اشاراتی که استادا محترم ها کردن
ما شما در مرحله آمدیم که جهان بدیه کرده و تبدیل شده و تکنولوژی همه چیز همگانی ساخته و تمام مرزها را تکنولوژی از بین میبره. یک نقطه دیگه که بر بنیاد تکنولوژی ثروتی که به وجود میاد، اگر بخواد سرمایه گلوبالایز شود، موضوع تغییر جهان و کوسموپولیس چیزی که اونا مطرح میکردن، یا حکومت جهانی، حکومت جهانی یکی از تخیلات بسیار دیرینی قرون وسطایی است، حتی پیشتر از او که در یونان قدیم کوسموپولیس مطرح شده در نظریات بودن و چی هم میبینین، حتی افلاطون و اینا هم در شما جهان وطنی را میبینین. خب در موازات از او ما امروز در شرایط که حال قرار داریم در زمینی تغییرات در یک نقطه مثبت جهانی، اصلا دموکراسی جهانی مطرح است، روابط دموکراتیک در سطح جهان مطرح است. بله. چند کشور چند مؤسسه نمایندگی میکنند، شرکت های اژدها صفته که اینا جهان میخورند، مخصوصا این کمیته خطرناک 300 که امروز تمام بشریت خونش میمکه. توجه کردین نماینده های از اینا در دولت هایی هستن که اینا برای نه تنها برای جامعه خود بلکه برای جامعه بین المللی دموکراسی نمیتن. تشکر در سطح جهان. ما یک نکته را میگم براتون، جهان از ایالات متحده امریکا خواهش میکنه که به دموکراسی تن بده و دیگر چون خرسازی ملل عصرش پایان یافته از این تلاش دست بکنه. تشکر آقای اتمر. آقای اتمر، آیا اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد واقعا پاسخگوی نیازهای مردم نیست؟ این دوستا بسیار خوب اشاره کردن، جهان امروز با او طرز دید یا طرز فکر 40 سال پیش 50 سال پیش نیست. دوران که می ساختار و تشکیل شورای امنیت و اداره ملل متحد از زمان 30 سال 40 سال پیش است که به شکل انحصاری در دست ابر قدرت ها قرار گرفت و همیشه منعیس یک شمشیر از او استفاده می کنند در مسائل جهانی. مسئله دیگه که را اشاره کردن به یاد ما آمد کمیته 300، کتابی که ما بود چند سال پیش خوانده بودم، اگر اون کتاب به دسترس دوستا قرار داشته باشه را بخوانن، اما تصویر از جهان میبینه که تمام جهان فقط 300 نفر در دنیا اداره میکنن. تمام تغییراتی که در سطح جهان وجود نه، از جنگ گرفته تا ترور و تا هر تغییراتی که است، در عقب پرده کمیته 300 اون را رهبری میکنه. تشکر آقای اتمن. آقای سهیل، از دیدگاه شما چه تغییرات باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود بیاد تا بالاخره این مشکلات کنونی که دامنگیر مردم جهان است حل شود؟ ببین، در یک صورت و در یک کلام میتونیم که ما تغییرات را در شورای امنیت به وجود بیاریم که ما جهان را چند قطبی بسازیم. این که امروزه کشورهای در حال عروج هستند، در حال از این هستند که وارد مسائل کلان جهانی میشن، مثلا کشور ترکیه، همینطور برزیل، همینطور آلمان، هندوستان و روسیه و چین که شکی نیست که قبلا هم همینطور. اما یک مشکلی که در راستا وجود داره، ما در رابطه بین الملل ما دو نوع منافع داریم، انترست داریم، کامن انترست و اپوز انترست، منافع مشترک و منافع مخالف. برخی اوقات اینطور میشه که کشورهایی که با هم 100% مخالف هم هستن ولی اینا باز کامن انترست باز هم دارن، یعنی منافع مشترک هم دارن. اگر امروز ما بینه که اگر چین و ایالات متحده آمریکا در منازعات و در رابط بین المللی با هم مخالفت ها دارن، بلکه منافع مشترک هم دارن. بله. اگر کشورهای مانند برزیل و مانند فرضاً آلمان و یا ترکیه، این کشورها خواسته باشند که در شورای امنیت تغییرات بیارن یا به عنوان عضو دائمی مبادلشان، یکی از منافع مشترک از این کشورهایی که قبلا اینجا را تسخیر کردن امی هست که اجازه ندن به کشورها. شما ببینید که آلمان را چطور جلوگیری کردن که در شورای امنیت راه پیدا نکنن، هندوستان را چطور جلوگیری کردن، برزیل را چطور جلوگیری کردن. و به باور هستم تا زمانی که در این منافع تغییرات به وجود نیاید، ما منتظر چنین تغییرات را در شورای امنیت نداشته باشیم. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. بینندگان محترم تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لایک تا می‌سپارم.